درود بر شما. 12 دی ماه 1399 خورشیدی و 1 ژانویه 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به ناگفته های اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه و مسئول امور مالی قوه قضاییه پیشین، البته در جلسات بازجویی اطلاعات سپاه از او. در واقع گفته های او به بازجوها که منتشر نشد، متن گفته هاش وقتی هم که چند صفحش منتشر شد، یکی دو صفحش تکذیب کردن که ما امشب خواهیم گفت که این تکذیبشون تکذیب می شود و اون متنی که درس کرده به بیرون درسته با استناد به حرفای خودشون. حالا خواهم گفت. بازجویی ها درباره متن بازجویی ها در واقع درباره آدم هایی است که همین الان رأس کارند. خواهم گفت، پرده آخرم خواهیم داشت، آخر برنامه. برگه های از اعترافات اکبر طبری قبل از دادگاهش و در جریان دادگاه در فضای مجازی منتشر شد که بیش از همه محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه را افشا می‌کرد. طبری در 23 تیر ماه 98 تو خونه ویلای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شیخ صادق لاریجانی بازداشت میشه تیر 98 تا خرداد 99 زیر بازجویی اطلاعات سپاهی که بازداشتش کرده. 18 خرداد 99 جلسه دادگاهش برگزار میشه، اولین جلسه. 21 مرداد 99 آخرین جلسه محاکمش برگزار میشه. 22 شهریور 99 به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و اخذ رشوه‌های متعدد به 31 سال حبس تعزیری محکوم میشه. قبل از دومین جلسه دادگاه محاکمه طبری در 24 خرداد 99 خبرگزاری سپاه پاسداران فارس در واقع متنی رو منتشر کرد و همه رسانه‌های حکومتی همون متن رو بازنشر کردن، یا چه میدونم شاید از خود سپاه مستقیم داده بودن که همه نشریه‌ها اینو، همه روزنامه‌ها اینو بازنشر کنن، که متن اینه: یک مقام آگاه در سازمان اطلاعات سپاه در گفتگو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس انتشار اخباری تحت عنوان اعترافات اکبر طبری را تکذیب کرد. این مقام آگاه تصریح کرد همزمان با برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضاییه، اخباری تحت عنوان اعترافات علیه مسئولین سابق یا فعلی دستگاه قضا در حال انتشار است که ضمن تکذیب مواردی از این دست تأکید می شود پخش این گونه شایعات قطعاً با هدف انحراف و اخلال در رسیدگی به اتهام به اصل اتهامات اکبر طبری صورت گرفته و قصد عاملین به حاشیه راندن دادگاه است. این مقام آگاه در پایان گفت به منتشر کنندگان این شایعات و افرادی که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می آورند هشدار داده می شود و در صورت ادامه قطعاً برخورد لازم صورت خواهد گرفت. مدیر مسئول روزنامه جوان که مورد حمایت سپاه پاسداران است، آقای عبدالله گنجی فکر میکنم، ایشون هم نوشت، دارین میبینین دیگه، مدتی است متنی در محیط مجازی با عنوان اعترافات طبری علیه لاریجانی ها، اژه‌ای و دیگران میچرخد و ده ها نفر برای اطمینان از صحت و سقم سوال میکنن. واقعا فوروارد کنندگان از خود نمیپرسن سابقه دارد متن بازجویی یا اعتراف از مرجع معلوم بیرون بیاید؟ قطعا ساختگی و توهم با کینشوتوری است. بعد همزمان یه گافای بلندی هم در این، حالا خواهم گفت که آره سابقه دارد که درس کند و بیرون بیاید فلان، حالا عرض میکنم. همزمان با این تکذیب کردن و یه گافای بلندی هم در این راه دادن، از اون گافایی که معمولا وقتی هول میشن میدن دیگه، بارها دیدین خودتون. مثلا خبرگزاری مهر نوشت، تیتر زد همه اسامی مطرح شده در دادگاه طبری. بعد میری میخونی ببینی خب همه اسامی یه جا جمع شده، خیلی خوبه دیگه، یه آدمو در واقع بی‌نیاز میکنه از گشتن توی آرشیو های مختلف و خوندن متن نمیدونم صورت جلسات دادگاه و اینا. میری میخونی میبینی غیر از یکی دو تا بقیه اصلا ناآشنان، این اسمایی که الان جلوتونه دارین میبینین دیگه، اصلا ناآشنان، چه برسه به کله گنده.
در حالی که اسامی مطرح شده در دادگاه مخصوصا زمانهایی که خبرنگارا رو راه نمیدادن به این جلسات علنی و اسامی مطرح شده در دفاعیه 19 صفحه‌ای طبری که دو هفته پیش بهش پرداختیم، اینا حلقه های مافیای حکومتی رو باز میکنه. این اسما نیست که، یه چند تا آدم دم دست ناآشنان فقط. اینا دادگاه تموم میشه، متن دفاعیات هم در دادگاه منتشر نمیشه، متن دفاعیات منتشر نمیشه. حالا متن اعترافات که میگن مال بازجوهاست و برعکس همه کشورهای متعارف دست قاضی هم نمیدیم، خب اون هیچی، متن اعترافات. متن دفاعیه متهم هم که قاعدتا در دادگاه خونده باید بشه یا شده و هیچ کس غیر از قاضی و نماینده دادستان نشنیدن، اونم منتشر نمیشه که این چجوری خودش دفاع کرده. هیچکی نمیدونه طبری تو دفاعیاتش در دادگاه چی گفته که اینا جلوشو گرفتن. عرض کردم دو هفته پیش حدودن بود که ایران وایر اعلام کرد که به متن دفاعیات دست پیدا کرده و منتشرش کرد و ما تو همین برنامه منعکس کردیم. وقتی متن دفاعیه طبری منتشر میشه، میبینی اصلا این اسما که عرض کردم گمن در اسامی مهمی که توی دفاعیه اومده، از اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گرفته تا اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه تا ناطق نوری رئیس سابق بازرسی بیت حضرت امام خامنه ای. وقتی دفاعیه رو میخونی و میبینی اینقدر در واقع تناقض و تنافر داره با اون چیزایی که به عنوان گزارش از جلسات دادگاه میگن، این باعث میشه که برگردیم یکم بریم عقب، دوباره یه نگاهی به قضایا بکنیم. اینجاست که میگم برخلاف صحبت آقای عبدالله گنجی، یه فارس جوان نشریات سپاه باری بله قبلا درس کرده اومده بیرون، یادتونه یکی دو صفحه از متن اعترافات سعید امامی مدیر قتل‌های سیاسی دهه 70 زیر بازجویی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این متن دفاعیاتش یکی دو صفحهش لو رفت و اولم تو خارج از کشور منتشر شد. چقدر حضرات همون موقع مصاحبه کردن نوشتن تا تکذیب کنن و اون متن اعترافا رو بی اعتبار کنن. خب خیلی مهم بود که سعید امامی تو اون اعترافا از فتواهای آیت الله خوشوقت، مصباح یزدی، خزعلی، جنتی نوشته بود تا همین جنتی نوح برادر ها، همین که هنوز زنده است دبیر شورای نگهبانشون، فتواهای اینا برای قتل‌ها نوشته بود تا مجریان فرمان این آیت الله ها، فلاحیان، دوری نجف آبادی، محسنی اژه‌ای، تا چگونگی قتل احمد خمینی به دست قاتلان رأس حکومت، اینا خیلی مهم بود و در این تکذیب کردن. حالا همون روند لو رفتن بخشی از اعتراف ها این بار درباره اکبر طبری داره تکرار میشه، اعتراف هایی که تکذیب میکنن ولی زود حقیقت خودشو نشون میده. یادتونه درباره همون برگه اعترافات سعید امامی هم خیلی زود هم ماجرای قتل احمد خمینی خودش نشون داد که پیشا پیش تو همین برنامه ما برنامه داشتیم با دکتر خزعلی درباره اینکه چگونه قرصاش و خود سعید امامی به دکتر مهدی خزعلی گفته بود و این در واقع یک اطلاع دست اولی بود که همون موقع منتشر کردیم، پخش کردیم که داروهای قرص‌هاش و قرصایی که هر روز احمد خمینی می‌خورده اینا رو یکیشو عوض می‌کنن و این چه می‌دونم مثلا روز 20 همون یکی رو می‌خوره و اینو عیناً سعید امامی گفته بود به دکتر خزعلی و اینو دکتر خزعلی صریح گفت دیگه تو این برنامه، یکیشون بود. بعد آرام آرام بقیه نوشتن و الان دیگه بحثی درباره این که همه می‌نویسن مرگ مشکوکه احمد خمینی یادگار امام و این داستانا و دیگه بقیه مسئله فتواها و قتل‌های سیاسی دهه 70 و اینا دیگه همه از پرده برون افتاد دیگه با پافشاری و پیگیری به ویژه دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قتل‌های سیاسی دهه 70 و خود خانواده هاشون. اونو باری
اولین جلسه دادگاه اکبر طبری عرض کردم در 18 خرداد 98 برگزار شد. اون جلسه که برگزار شد دو صفحه از متن اعترافاش در اطلاعات سپاه که در فاصله بازداشت تا دادگاه یعنی تیر 98 تا خرداد 99 نوشته بود لو رفت. همونی که میگم یه تکذیب میکنن. دادگاه وقتی تشکیل میشه که بازجویی ها تموم شده. اطلاعات سپاه که طبری رو گرفته بود چلوندش تا هرچی اطلاعات درباره هر کی داره بده برای روز مبادا که اطلاعات سپاه درباره هر کی لازم داشته باشه اطلاعات. بعد در فاصله بازداشت طبری و دادگاهش دو صفحه از اعترافاتش به بیرون درز کرد. هم اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و هم جواد الله قدمی که به عنوان شوهرخواهر اژه‌ای معروف و میگه من داماد اژه‌ای نیستم زود واکنش نشون دادن، مصاحبه کردن، مطلب نوشتن، تکذیب کردن. بعد خبرنگارای بی‌طرف داخل ایران و ماهواره در خارج و اینا گفتن خب تکذیب شد دیگه پس سندیت نداره. اما یک جا مطلبی منتشر شد که به متن لو رفته اعتراف‌های اکبر طبری رجوع میداد و در واقع سندیت میداد. 25 خرداد 88 99 25 خرداد 1399 ببخشید من، یعنی یک روز بعد از دومین جلسه دادگاه طبری و چند روز بعد از درس کردن دو صفحه از اعترافهای او در بازداشتگاه سپاه. سرمقاله نویس صبح اقتصاد نوشت اکبر طبری معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوران عملی لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جدیدترین اعترافات خود نمیگه در صریح میگه در جدیدترین اعترافات خود. این عکس حمیدرضا نقاشیان، حالا خوب شد برداشتین تا بعد درباره اش صحبت کنم. حمیدرضا نقاشیان نویسنده ی همین سرمقاله است که دارم خدمتتون میخونم در روزنامه صبح اقتصاد. از اول میخونم که دقت بفرمایید که میگوید در اعترافاتش، اعترافات نه در دفاعیش که عرض کردم این به هر حال دست دادگاه هست و ایران وایر منتشر کرد، ما هم انعکاس دادیم و خب پذیرفته است که اون متن 19 صفحه متن دفاعیه اکبر طبری است گرچه خودشون منتشر نکردن، ولی بحث بر سر اعترافات زیر بازجویی. خب اکبر طبری معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوران عاملی لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جدیدترین اعترافات خود از نقش علی ترامشلو بساز بفروش معروف تهران گفته که به خاطر رفاقت با داوود احمدی نژاد ارتباط خوبی با خود احمدی نژاد و مشایی پیدا کرده بود و به همین مناسبت پروژه نوسازی بافت فرسوده تهران در منطقه 12 را کامل در دست گرفت. علی ترامشلو زمانی که مشایی در میراث فرهنگی بود چند پروژه بزرگ مثل ساخت و ساز در سرای دلگشای بازار تهران را که یک مجموعه قاجاری و قدیمی بود هم به دست گرفت. ترامشلو با نشان دادن توانمندی در ساخت و ساز در زمان شهرداری قالیباف به قالیباف وصل می شود و پروژه های میدان شوش و خیابان فداییان را شروع می کند. منابع مطلع می گویند او فقط در یک فقره در مجمع سیتی سنتر در خیابان صاحب جمع میدان شوش 50,000 متر تجاری و اداری برای استفاده در بازار بلور فروشان ساخته است. طبری در خصوص علی ترامشلو گفته است که او مالک مجتمع ورزشی و استخر زرافشان در شهرک غرب هم بوده است و با بهانه های ورزشی و تفریحی مقامات و تجار آنجا می رفتند و همین رفت و آمدها موجبات ایجاد ارتباطات غلط گردیده است. در این پرونده گفته شده که ترامشلو ساکن کانادا است و نیمی از سال را در آنجا به سر می برد و ضمناً اظهار شده که اقداماتی هم در جهت کمک به قوه قضاییه در ایجاد محدودیت برای مجرمین یا متهمین فراری در زمان صادق لاریجانی کرده است. اکبر طبری متاسفانه برای به هم زدن ثروت از راه‌های نامشروع نه تنها علی ترامشلو که بسیاری از افراد در قوه قضاییه را با خود به میدان مال‌پرستی و فساد برده است. بعدم یکی دو تا آیه نوشته. اینی که من خوندم مال کیه؟ عرض کردم نوشته حمید نقاشیان
سردبیر صبح اقتصاد که حالا دربارش خواهم گفت، آدم معتبری است در نظام جمهوری، نظام مقدس در نظام خودش. منتها من با همین اسم علی ترامشلو کار دارم که نقاشیان در سرمقالش نوشته، بعد از اینکه اون یکی دو صفحه اعترافنامه درز میکنه، اعترافنامه تبری به بیرون و نوشته نقاشیان به این اعترافنامه ها بی تردید سندیت میده، تکذیبی ها همه حرف مفته. خلاصه خب اسم علی ترامشلو عرض کردم باش کار دارم که ما رو میرسونه به اعترافات اکبر تبری و رابطه ترامشلو با اژه‌ای و گلپسرش. درباره حمید نقاشیان بذاریم من بگم که چرا حرفش مستنده. حمید نقاشیان که این سرمقاله رو نوشته، رئیس هیئت مدیره مؤسسه سخنگستره که روزنامه‌های ایران نیوز و صبح اقتصاد رو منتشر می‌کنن. ایشون فعالیت‌های تجاری غیر مطبوعاتی هم دارن، از جمله عضویت در هیئت مدیره مبلیران. بر طبق آگهی رسمی مبلیران، حمیدرضا نقاشیان به نمایندگی از مؤسسه مطالعاتی صاحب زمانی عجل الله تعالی فرجه الشریف به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کالای خواب مبلیران تعیین شدن. مبلیران که میدونید از شرکت‌های مهم مصادره‌ای است که افتاد دست بنیاد مستضعفان، هم میتونید نسل نسل مستضعفان دارن ازش سود میبرن و عضو هیئت مدیرش میشن. حمید نقاشیان موقع انقلاب محافظ شخصی خمینی بود. تقریبا تو همه عکسایی که از دیدارهای خمینی با مردم و با مقامات ایرانی و خارجی میبینیم، حمید نقاشیان حضور داره و نزدیکترین محافظ خمینی است. قبل از انقلاب همون سال 57 حمید نقاشیان تو گروه توحیدی صف بود که بعد با یکی دو تا دیگه گروه حزب اللهی شبیه خودشون شدن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. روابط نزدیکی داشت با برادرای ناطق نوری که بزرگشون همین علی اکبر ناطق نوری شد مسئول امنیت مدرسه علوی و رفاه وقتی خمینی آمد ایران. عکسایی که الان دیدین همش مال همون دوره ایست که خمینی تو همین دو تا مدرسه به ویژه مدرسه علوی بود. 11 آبان 58 مرتضی مطهری که ترور میشه، مسئولیتشو گروه فرقان که یه گروه مذهبی مخالف ولایت آخوند بود به عهده میگیره. نقاشیان میشه مسئول برخورد با فرقان، یعنی خمینی او رو مسئول برخورد با گروه فرقان میکنه، البته به واسطه ظاهرا میگن علی اکبر ناطق نوری به خمینی پیشنهاد داده بود که او بشه. اعضای فرقان رو میگیره، شکنجه میکنه، رهبرشون رو به گفته عبدالمجید معادی خواه حاکم شرع وقت دادگاه انقلاب تو زندان با گله میکشه، میذاره تو سرش میزنه. یه همچه آدمیه. خب بعد 13 آبان 58 که میدانید ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی شروع میشه، سفارت آمریکا و اینا، و بعد از اون یه سری مذاکرات میشه و ماجرای نمیدونم، حالا اون بحث‌های مستقلی است. به هر حال آقای نقاشیان عضو هیئت مذاکره کننده با آمریکایی هاست درباره گروگان ها و به عنوان مسئول پشتیبانی سپاه پاسداران خرید و فروش های اسلحه میکنه که بدیهی است، به ویژه در اون موقع در جمهوری اسلامی به یه دلال گردن کلفت اسلحه تبدیل میشه. باری حالا برگردیم به موضوع. همین حمید نقاشیانه که در سرمقاله 25 خرداد 99 روزنامه صبح صادق قسمت های از اعترافنامه اکبر تبری رو نقل میکنه که براتون خوندم اینن، و به طور غیر مستقیم میگوید اعترافنامه‌ای که در فضای مجازی درس پیدا کرده و ازرا تکذیبش کردن صحت دارد. اعترافنامه چیه؟ تبری می‌نویسم: قدر مسلمان چه برایم یقینی است این است که آقای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی با هدایت اطرافیان آقای محسنی اژه‌ای از کشور خارج شد. من از نیت آقای محسنی خبر ندارم. شنیده بودم پسرشان آقا رضا محسنی اژه‌ای برای خاوری کارچاق کنی دارد، ولی خدا شاهد است که از جزئیات بی اطلاعم. شاید آقای محسنی ترسیده. آقای محسنی اژه‌ای هر جا نوشته محسنی، من میگم محسنی اژه‌ای که راحت تر متوجه بشین. شاید آقای محسنی اژه‌ای ترسیده که خاوری در دادرسی روابطش با پسرش را لو دهد که به خاوری فشار آورد برای خروج از کشور. داستان اهواز با آقای محسنی اژه‌ای هماهنگ بود. آقای محسنی به داستان اهواز میگوید خاوری را احضار کن و بگو بازداشتی.
خاوری میترسد شبانه میرود دفتر آقا رضا محسنی اژه‌ای در خیابان جردن. آقا رضا هم میگوید با جواد قدمی، همون جواد الله قدمی، برو اهواز حلش میکنیم. ظاهرا در پرواز جواد قدمی میتواند خاوری را قانع کند که از کشور خارج شود. با اولین پرواز برمیگردند تهران و خاوری میرود لندن. جواد قدمی کارچاقکن آقای محسنی اژه‌ای است و اگر رویش تمرکز کنید سرنخ مسائل آقای محسنی اژه‌ای را در می آورید. مثلا من شنیدم که خاوری برای رفع حکم ممنوع الخروجیش که دادستان اهواز داده بود 2,000,000 دلار هم به جواد الله قدمی می دهد. من از آقای آملی لاریجانی شنیدم که همین جواد قدمی به مهافرید خسروی و برادرش مهرگان امیر خسروی پیغام داده بود که 20,000,000 یورو میگیرم مشکل آریا را با زندان حل میکنم. این رو توضیح میدم، مشکل آریا منظور بانک آریا است و بعد میگه شما نرین زندان و این داستانان. آریا منظور هم بانک آریا است هم هولدینگ آریا که مال مهافرید امیر خسروی بود، مدیر عاملش بود و مهرگان امیر خسروی رئیس هیئت مدیرش همچنان در کاناداست. مهرگان امیر خسروی همون موقع از این تنها کسی شاید من بگم خوشبختانه کشور خارج شد که اعدام نشه، چون بقیه رو واقعا نمیشناسم. این آدم رو من میشناسم که بارها گزارش مستند وضعیت دادگاه برادرش و کاراشون رو در همین برنامه صفحه آخر خدمتون ارائه کردم، خوشبختانه با اسنادی که از طریق ایشون و افراد دیگری که در مدیریت هلدینگ آریا بودن به دستم رسید. خب آقای ادامه اعترافات اکبر طبری رو میخونم. آقای مصطفی پور محمدی هم البته از طریق مسعود موحدیان که کار چاقونش بود و فوت شد همچنین قولی به آریا داده بود و علل حساب 1.5 میلیارد تومان هم گرفته بود. اینها را حفاظت قوه به آقای آملی لاریجانی گفت و وقتی من به آقای آملی گفتم که چرا برخورد نمی کنید گفت زورم به آقای محسنی نمی رسد، محسنی اژه‌ای، ولی گوش پور محمدی را میپیچم. همینجا بذاریم میگم مسعود موحدیان کی بود که میگن مرد. رابط پور محمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کشور بود با مجموعه امیر منصور آریا. همه باجگیرهای مافیای حاکم یه رابطی دارن با سرمایه دارا، با پول دارا. خودشون مستقیم نمیرن مراجعه کنن باج بگیرن که. رابط پور محمدی هم مسعود موحدیان بود. قبل از اعدام مهافرید امیر خسروی در سال 93 برادرش مهرگان مهافرید که رئیس هیئت مدیره هلدینگ آریا بود عرض کردم نامه سرگشادهی نوشت به مصطفی پور محمدی که رئیس بازرسی کل کشور بود. پور محمدی الان مشاور همین چی بگم رئیس عدالت گستر قوه قضاییه است، مشاور همین ابراهیم رئیسی است. مهرگان امیر خسروی نوشت آقای پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ارتباط شخص مرحوم مسعود موحدیان که متاسفانه بعد از مطرح شدن اسم ایشان در دادگاه سکته قلبی کرده و فوت می نمایند با جناب عالی و معاونان شما در چه حد بوده است؟ مبلغ دریافتی از سوی مرحوم موحدیان بین چه کسانی توزیع شده بود؟ حدود 1,400,000,000 تومان که وقتی این باج رو از مهافرید امیر خسروی خواستن بعد از کشمکش‌های فراوان مهافرید قبول کرد که معادلش پول نقد نده، معادلش بیاد میلگرد بده واسه کمک به مسکن کارکنان سازمان بازرسی کل کشور. میگه اونا کجاست؟ سوال دیگه. نماینده سازمان شما آقای پور محمدی سازمان بازرسی کل کشور در بانک مرکزی چرا برای تأسیس بانک آریا از طریق آقای فلان تقاضای 100 میلیارد ریال پول می نماید؟ 100 میلیارد ریال، 100 میلیون تومان اون موقع، که با مخالفت شدید برادرم مواجه می شود. با حمایت چه افرادی در مدیریت سازمان بازرسی تصمیم به قفل کردن مجموعه آریا می گیرند؟ که منظور خود پور محمدی است، لاریجانی، اژه‌ای و جعفری دولت آبادی و اکبر
طبری، اینا آدم های اصلی بودن در باج‌خواهی از امیر منصور آریا و مجریاشون مرتضی تورک بود و شیخی. مرتضی تورک بسیجی سال 57 بود در اهواز، بزرگتر که میشه یه آدم امنیتی، همیشه امنیتی بوده تا قضایی مثلا این آدم، گرچه تو دستگاه قضایی است، رئیس دادگاه انقلاب اهواز و اندیمش بوده، رئیس دادسرای اوین بوده، الان هم سرپرست دادسرای ویژه جرام اخلالگران اقتصادی است. مثلا قبلا توضیح دادم مفصل که بعد از گرفتن مجوز بانک آریا، بعد از اینکه بانک آریا رو مهافرید امیرخسروی مدیر عامل هلدینگ آریا مجوز میگیره از بانک مرکزی، یه جلسه ای میذارن نماینده پور محمدی با مهافرید امیرخسروی و صریح میگوید نماینده پور محمدی که 10 میلیون تومان بدید، 10 میلیارد تومان ببخشید بدید تا بذاریم بانکو باز کنید. مهافرید که مجوز بانک دستش بوده میگه نمیدم، هر کاری میخوای بکن، این مجوز و ما بانکو باز میکنیم. بعد از این جلسه است که بازداشت میشه و بعدم دیگه همه جزئیات چو قبلا گزارش کردم بارها، اعدام. و این باجگیری ها فقط نبود، بعد از اعدام مهافرید امیرخسروی هم همه مجموعه رو همین آدم ها بالا کشیدن، که شاید در فرصتی به این موضوع با جزئیات باز بپردازم چون نمونه های جدید مطرح میشه. فقط یه نمونه بگم که میگم اینا رو بالا کشیدن، مهافرید که بازداشت میکنن همه دارایی و کارخونه ها و شرکت هاشو فریز میکنن. یک نمونه، 1000 میلیارد تومان یعنی 1 میلیارد دلار سال 91، دلار 1000 تومان ارزش مواد اولیه تولید و محصول نهایی فولاد اهواز بود که جارو شد، هیچی ازش نموند. فولاد اهواز مال هلدینگ آریا بود، هیچی ازش نموند. اون موقعی که گفته شد هیچی ازش نمونده، هنوز جلسات دادگاه مهافرید امیرخسروی جریان داشت. مهافرید خبردار میشه، یکی از پافشاریاش در دادگاه این بود که 1000 میلیارد تومان مواد اولیه و محصول فولاد اهواز کجا رفته، کی برده؟ طبیعیست هیچ که جواب نمیده. دوز اصلی پور محمدی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، با همدستی کسایی که اسم بردم، به ویژه اژه‌ای که بارها گفتم در این برنامه که اژه‌ای برای همه سرمایه داران و سرمایه گذاران در ایران نامی بسیار آشناست در پیوند با باج‌خواهی. درباره مباشر پور محمدی تو این باجگیری ها اینم بگم که همون فردی که گفتن به قتل رسیده، نه گفتن مرده، شواهد نشان میدهد به قتل رسیده. ببینین، به گفته مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان همون مباشر پور محمدی تنها 2 روز بعد از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت امیر منصور آریا در اثر سکته قلبی فوت کرد. اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع با اشاره به اینکه مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه اش را به شرط سکوت روز 16 خرداد 91 به خانواده‌اش تحویل دادند. به گفته این منبع خانواده مسعود موحدیان که از وی به عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارد که به خاطر امنیتشان نمی‌توانند آنها را رسانه‌ای کنند. ادامه اعترافات اکبر طبری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه رو اجازه بدیم براتون بخونم. مهافرید امیرخسروی چند روز قبل از اعدامش نامه‌ای به حضرت آقا می‌نویسد و تمام این ماجراها را شرح می‌دهد. از طریق آقای تقوی ائمه جمعه هماهنگ می‌کند، نامه را وکیلش می‌رساند به آقای حجازی. اسقر حجازی رو می‌بینید دیگه الان. ظاهراً آقای حجازی هم نامه را به حضرت آقا نمی‌رساند و مستقیم می‌فرستد به عنوان استهزاراً به آقای محسنی اژه‌ای. که البته من در بعضی متنای درس شده خواندم که از طریق دولت آبادی دادستان وقت تهران میفرسه به محسنی اژه‌ای، یعنی اجازی اسقر اجازی میده به دولت آبادی، اون میده به محسنی اژه‌ای، به هر حال فرق نمیکنه. حالا میرسیم ادامه اعتراف نامه. نامه به جای اینکه برسه دست آقای امام خامنه‌ای میرسه دست اژه‌ای، به هر حال گوشت میدن دست گربه. ادامه اعترافات. شنیدم در متن نامه تمام ماجرای خاوری، جواد قدمی، مسعود موحدیان و چند کیس دیگر را
محافرید امیر خسروی لو داده بود. فردای روزی که این نامه را آقای محسنی اژه‌ای دید، به آقای جعفری دولت آبادی دادستان گفته بود حکم محافرید امیر خسروی را اجرا کنید. آقای جعفری هم فردایش آمد برای استیزان از آقای آملی لاریجانی و روز بعد محافرید امیر خسروی را اعدام کردند در سوم خرداد 93. تو جلسه بازجویی بعدی یا بعدتر میگوید که اکبر طبری که اینم متنش منتشر شده در حضور بازجویان اطلاعات سپاه به ترامشلو اشاره میکنه. قبلا نوشتم سرنخ مسائل آقای محسنی اژه‌ای را در جواد قدمی پیدا کنید. امروز میخواهم یک سرنخ دیگر را هم برایتان بنویسم. علی ترامشلو بساز بفروش معروف تهران که از زمان شهرداری به خاطر رفاقت با داوود احمدی نژاد ارتباط خوبی با خود احمدی نژاد مشهودی داشت، پروژه نوسازی بافت فرسوده تهران در منطقه 12 را کامل به دست گرفت. علی ترامشلو زمانی که مشهودی در میراث فرهنگی بود چند پروژه بزرگ مثل ساخت و ساز در سرای دلگشای بازار تهران که یک مجموعه قاجاری قدیمی بود را به دست گرفت. آقای محسنی اژه‌ای آن زمان وزیر اطلاعات بود. وقتی از سرمایه گذاری ترامشلو مطلع می شود از طریق حراست، ببینید چجوری باشگاهی میکنه اژه‌ای نمونش وزیر اطلاعات بود وقتی از سرمایه گذاری ترامشلو مطلع می شود از طریق حراست میراث فرهنگی، چون مسئولای حراست این اداره‌های دولتی همه مال وزارت اطلاعاتن، از طریق حراست میراث فرهنگی کار را میخواباند و ترامشلو را در مشت خودش میگیرد. اینا نوشته های اکبر طبریه. ترامشلو با حمایت آقای محسنی اژه‌ای به قالیباف وصل میشود. پول رو میده سازش میکنن بسش میکنه به قالیباف اژه‌ای و پروژه های قالیباف شهردار و پروژه های میدان شوش و خیابان فداییان را ترامشلو شروع می کند. رضا محسنی پسر آقای محسنی اژه‌ای هم رابطشان می شود. فقط در یک فقره در مجتمع سیتی سنتر در خیابان صاحب جمع میدان شوش که ترامشلو 50,000 متر تجاری و اداری آنجا ساخته، از هر متر 500,000 تومان دادن به رضا محسنی پسر محسنی اژه‌ای، یعنی 25 میلیارد تومان اون موقع یک جا. آقای محسنی اژه‌ای که آمدن قوه قضایی علی ترامشلو یک دفتر در جردن بالاتر از جهان کودک در کوچه پدیدار به رضا محسنی پسر محسنی اژه‌ای داد. این ساختمان مال محمد حسین برخوردار نماینده سامسونگ در ایران بود. خاندان برخوردار که اموالشان اوایل انقلاب مصادره شده بود با کمک آقای محسنی از اصل 49 خارج شدند. حالا چقدر اینا دادن به اژه‌ای الله و اعلم. محمد حسین برخوردار میدانید که شریک حمید رضا هاشم نیا در نمایندگی سامسونگ در ایران شد عضو اتاق بازرگانی تهران، همون که اول مصادره کرده بودن و اینا. پول داد به اژه‌ای حل شد. ادامه اعترافنامه. رضا محسنی اژه‌ای کمک کرد تا ترامشلو یک صندوق خیریه درست کند که اسمش را یادم نیست، ولی دفترش همان سمت میدان شوش بود. یه دکون پولشویی دیگه هم به اسم خیریه آفاق مهر تو ولی عصر دارن، خیابون شهید سلشکر، غلام عباس سلطانی، بلوار نلسون ماندلا، پلاک 166، طبقه سوم، واحد 5. اینا همه برای پولشوییه. رئیس هیئت مدیرش که این خیریه به اصطلاح آقای محمد ترامشلو، گل پسر علی ترامشلو. ادامه بذارین اعترافنامه طبری رو بخونم. علی ترامشلو افراد پولدار با پرونده های سنگین را می آورد پیش رضا محسنی پسر اژه‌ای محسنی در جردن. 30% از پرونده شان را می ریختن به حساب خیریه ترامشلو که دست چک آن پیش رضا محسنی بود. ترامشلو اواخر سال 96 یک بار سعی کرده بود آقای محسنی را دور بزند که حدود یک ماه حفاظت قوه قضایی بازداشتش کرد. پشت ماجرای ترامشلو شرکت سامسونگ است. اینها از طریق روابطشان با رضا محسنی پسر اژه‌ای حدود 50 شرکت فعال در ایران دارند. سامسونگ یکی از لابی های آمریکا و یا اروپا، چه میدونم، یا کره در ایران است به نوشته اکبر طبری که ارتباط خیلی خوبی با آقای محسنی هم دارد. من البته نمیدونم اصلا آمریکا در ایران لابی داره، اونم از طریق سامسونگ کره جنوبی، بعد اونم ارتباط با
محسنی اژه‌ای. حالا راست و دروغ اینا رو من دارم براتون اینا میخونم. علی ترامشلو مالک مجتمع ورزشی و استخر زرافشان در شهرک غرب است که خیلی از مقامات و تجار آنجا میروند و ارتباطات خوبی در آنجا است و فلان. ترامشلو عرض کردم نوشته است که ساکن کانادا است و نیمی از سال را در اونجاست. زمانی که جواد الله قدمی خواهرزاده محسنی اژه‌ای واسطه فرار خاوری به کانادا شد، علی ترامشلو در کانادا خاوری را تحویل گرفت. درباره خاوری خواهم گفت، اول بزنین درباره ترامشلو مطلب کامل کنم، وقت داریم. آره خب ببینین، این سرای تاریخی دلگشا که اشاره شد، آن را با نام سرای وزیر نظام میشناختند. دست کم 130 سال پیش در ضلع جنوبی خیابون 15 خرداد روبروی میدون ارگ ساخته شد و با توجه به قدمتش سال 1356، یه سال قبل از انقلاب، در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. کار تخریب این سرا از آذر ماه سال 89 آغاز شد و هر چند ماه مالکش، یعنی همین ترامشلو، چجوری مالک این بنای تاریخی شده من نمیدونم. حالا جزئیاتش البته هست که در چرا میگم نمیدونم، جزئیاتش هست که شکایت میشه، نمیدونم فلان میشه، آخرش رأی میدن که خیلی خوب مال تو و ثبت ملی رو از روش بر میدارن و این داستانا. حالا پول در ایران همه چی رو حل میکنه در این سیستم مافیایی. کار تخریب این سرا از آذر 89 آغاز شد. هر چند ماه مالک اقدام به تخریب بخش‌های بیشتری از بنا میکرد تا سرانجام در سال 90 این بنای قاجاری کاملا تخریب شد. اینو از خبرگزاری دانا براتون خوندم، این تیکه آخر رو درباره. خب ببینید، برای اینکه بیشتر و بهتر بشناسیم این مافیا رو، چاره ای نیست جز اینکه من یکی دو متن دیگه براتون بخونم درباره همین، اون منطقه رو میگن اوجالان که سرا هست توش. دکتر خزعلی، مهدی خزعلی در 3/12/87 نوشت: اوجالان نام منطقه از بافت فرسودی اطراف بازار تهران است. در دوران احمدی نژاد منطقه ترفریز می شود و هیچ مجوز ساخت و سازی نمی دهند. در نتیجه قیمت املاک داخل کل این طرح سقوط می کند. مردم که خانه های قدیمی و گاهی در حال تخریب داشتن ناگزیر به فروش خانه های خود می شوند. تمام اون منطقه. احمدی نژاد دستور می دهد در برابر هر متر مربع از زمین های اوجالان شهرداری 1.5 متر مربع تراکم تجاری شناور واگذار کند. و البته همه نمیتونن برن این کار بکنن. انحصار این مصوبه رو به آقای ترامشلو میدهد، یعنی تنها کسی که میتواند خانه های مردم را مفت خریداری کرده و به بهای 30-50 برابر به شهرداری بفروشد جناب علی ترامشلو است. او املاک مردم را متری 150-200 تومان خریداری کرد، تک تومانی، و در ازای آن 1.5 تراکم تجاری شناور اخذ کرد که بسته به مناطق تهران بین 4.5-7.5 میلیون تومان ارزش داشت. علی ترامشلو کیست؟ از کجا آمده است؟ عنصری فاسد و سابقه دار است که از زندان او را درآوردند و مهره کردند. او دلال مفاسد برخی هاست و حتی این موضوع به نظر رئیس قوه قضاییه هم رسیده است. قبل از اینکه مهره باشد و قبل از زندان آه در بساط نداشته و یک راننده بوده. اما اکنون شما نمیتوانید سندهای املاک او را بشمارید. همینک او از شهرداری تهران ارقام نجومی طلبکار است. گوارای وجود، خمس و زکاتش رو بده حلال. بازار بزرگ رضا تو خیابون 15 خرداد تهران، پاساژ کامپیوتر تهران تو خیابون ولیعصر، پارکینگ رضا چهارراه سیروس تهران، اینا بخشی از به اصطلاح دارایی های آقای ترامشلو، علی ترامشلو و خانواده تازه به دوران رسیدشه که دارن مثلا اینجا رو اداره میکنن. سرای دلگشا مشرف به کاخ گلستان، عکساشو فکر کنم دیدین، و محسنی اژه‌ای دو دستی این سرا رو داد به علی ترامشلو. جنجالی ترین پرونده میراث جهانی ایران پس از میدان نقش جهان اصفهان، ساخت مجتمع تجاری سرای دلگشا در حریم کاخ گلستان است که مانند برج جهان نما به داخل حریم این مجموعه تاریخی سرک کشیده تا جهانی شدن آن به خطر بیفتد. در این باره رئیس شورای شهر تهران معتقد است که مشکل از حکم قوه قضاییه شروع شد. خب یعنی از همین اژه‌ای. علی ترامشلو توانست ساخت بنا رو تا ارتفاع 27 متر از کمیسیون ماده 5
شهرداری مثلا بگیره. پشت کمیسیون ماده 5 کی بوده؟ همیشه محسن اژه‌ای. ساختمان‌های اون حوالی هم به دلیل ثبت کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی، هم همین سرای دلگشا 27 متر و نیم، ترامشلو 27 متر و نیم گرفته. تمام اون ساختمان‌هایی که اونجاست 7 متر و نیمه. بیش از اون اجازه ساخت ندارن. 20 متر بیشتر میره بالا آقای ترامشلو برای ساخت اینجا از روشونه سخنگوی صادق لاریجانی و معاون اول ابراهیم رئیسی از توجت الاسلام محسنی اژه‌ای. من میترسم بریم قسمت ششم، من میترسم نرسیم این بخش ترامشلو رها کنیم و به خاوری نرسیم. خب ادامه اعترافنامه اکبر طبری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه درباره اژه‌ای و خاوری رو بذارین عرض کنم خدمت. نوشته است در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام از نقش محسنی اژه‌ای در فرار خاوری در حضور خودش صحبت شد. همین تیکه هایشی که من براتون خوندم که میران اهواز و بعد قدمی پسر اژه‌ای در پسر اژه‌ای در هواپیما محمود خاوری رو قانع میکنه که زود فلنگو ببند از ایران برو که خلاصه دست ماها رو نشه اینا. خب در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام از نقش محسنی اژه‌ای در فرار خاوری در حضور خودش صحبت شد، خود محسنی اژه‌ای، و محسنی اژه‌ای به نقش خود اعتراف کرد. بعد گزارش مفصلی در این رابطه توسط اطلاعات سپاه به همراه چند عکس در تورنتو کانادا و در یک رستوران که خانواده علی ترامشلو و خانواده محسنی اژه‌ای را با محمود رضا خاوری و خانواده اش در حال صرف شام نشان می‌دهد به مقام معظم رهبری داده شد. محسنی اژه‌ای در توضیح این دیدار توضیح کرد که خانواده من مهمان علی ترامشلو بودند و به طور اتفاقی خاوری و خانواده اش در اون رستوران آمده و چند دقیقه سر یک میز نشسته و احوالپرسی کردند. محسنی اژه‌ای ارتباط را انکار کرد. اینا رو طبری معاون اجرایی قوه قضاییه که در زندان می‌نویسه، در بازجویی اطلاعات سپاه اینا رو می‌نویسه. از آن تاریخ و پس از آن که صدای آمریکا از علی ترامشلو به عنوان کارچاق‌کن و مجری اقتصادی محسنی اژه‌ای نام برد، وی از علی ترامشلو برای حفظ خود فاصله گرفت، ولی ارتباط پسر محسنی اژه‌ای با او به صورت قبل ادامه دارد، زیرا مدیریت اموال آنها را به عهده دارد و امکان قطع ارتباط وجود ندارد. ما توی یکی از برنامه به این موضوع پرداختیم، ارتباط علی ترامشلو با محسنی اژه‌ای رو که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این اعترافات چنان که شنیدید اکبر طبری اشاره میکنه به اینکه وقتی که در صدای آمریکا در اون برنامه رابطه علی ترامشلو با محسنی اژه‌ای لو رفت در واقع گفته شد، دیگه محسنی اژه‌ای سعی کرد خودش به هیچ وجه باهاش ملاقات نکنه، به جاش گل پسرش علی رو فرستاد. خب محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی بود که به دلیل ارتباطش با پرونده امیر منصور آریا از ایران فرار کرد. با افراد درگیر در پرونده امیر منصور آریا که صحبت می‌کردم می‌گفتن همین خاوری و اژه‌ای و جواد قدمی ما رو بدبخت کردن. و البته با طبری. خاوری به عنوان مدیر عامل بانک ملی نمایندهش مدام برای رشوه‌گیری و باج‌خواهی به هلدینگ آریا می‌فرستاد. نماینده سازمان بازرسی کل کشور یعنی نماینده پور محمدی در بانک ملی که باج‌خواهی پور محمدی رو از هلدینگ آریا می‌کرد با محمود خاوری هماهنگ بود، با مدیر عامل بانک ملی. البته او رو در پرونده متهم کردند، پور محمدی و اژه‌ای و الله قدمی و بقیه رو نکردند، چون چاقو دست خودشون نمی‌بره. اینا جزء مافیای حاکمن، ستون‌های حکومت اسلامن. سایت تابناک در ایران نوشته ویدیوهایی از محل اقامت خانواده خاوری، پسرش و همچنین مجموعه اموال و سرمایه گذاری های این خانواده در کانادا توسط ژورنال ایرانیان کانادا تهیه و منتشر شده که نشان می دهد آنها علاوه بر خرید خانه های ویلایی از سال 2005
سرمایه گذاری در کانادا را با خرید رستوران های متعدد در نقاط گران قیمت شهرهای بزرگ کانادا و پروژه های برج سازی شروع کردند و این روند سرمایه گذاری تا امروز ادامه دارد. مجموع این ویدیوها را اکنون در تابناک میبینید. من اینا براتون خوندم تا عرض کنم که این ویدیوها رو که باز میکنی میبینی یه تیکه تیکه هایی است از ویدیوهای تحقیقی و پژوهشی ژورنال ایرانیان کانادا که خیلی پروپیمون حقوقی در واقع کار میکنه. بعد اینها رو خود سایت تابناک تیکه تیکه کرده، یه چیزایی هم عامه پسند سعی کرده بهش اضافه کنه به گزارشش که ببینیم دیگه. خانواده آقای خاوری اصلا حاضر نشدن که با ما هیچ مکالمه ای داشته باشن تو این چند روز اخیر که ما در واقع بهشون ایمیل زدیم، تماس گرفتیم و آقای خشایار هم که در واقع قول داده بودن که به پای میز مصاحبه ما بیان، بعدش ایمیل زدن و کنسل کردن این قضیه رو. سلام آقای خاوری، تشریف دارن؟ نیستن؟ ببخشید من یه سوال دارم. خب یه خانومی در رو باز کردن، والا اصلا حتی یه کلمه هم صحبت نکردن، یعنی حتی سلام هم ندادن، یعنی با اشاره سر فقط جواب میدادن. خشایار خاوری که پسر آقای خاوری هستن، یک لیستی در پایین صفحه از بیزنس هاشون اینجا قرار دادن. این پروژه های ساختمان سازیشون هستش. بله، خونه های بسیار لاکشری در مناطق عیان نشین. یکی دیگه اطلس رستورانت، یه رستوران لاکشری توی یک منطقه گرون قیمت. تنتو رستورانت. خب در ادامه این ویدیو به کاروبار پسر دوم خاوری پرداخته شد. از اردی خاوری چه خبر؟ پسر آقای خاوری هستن. بیزینس رو در کانادا در سال 2005 شروع کردن. سال 2005 یک آژانس هواپیمایی باز کرده، دو سال بعدش در واقع یک شرکت تجاری دیگه باز کرده که تو کار در واقع داد و ستد مصالح ساختمانی هستن. سال 2011 در واقع 4 سال بعدش تو یک شرکت دیگه باز کردن که خانه های لاکشری میسازن اینطور که اینجا نوشته و پروژه های تجاری میگیرن. بعد 3 سال بعدش یک رستوران در یورکویل، همون جایی که خشایار هم رستوران داره، باز کرده. 3 سال بعدش یک شرکت دیگه ای باز کردن که شرکت سرمایه گذاریه ظاهرن. و دوباره سال بعدش، یک سال بعدش که همین پارسال باشه، یک شرکت دیگه باز کردن که شرکت سرمایه‌گذاری داره. محمود خاوری سال 90 در میره. حالا بعداً یه جزئیاتی براتون میگم، حتی از قول سراج قاضی دادگاه رسیدی که مثلا به پرونده فساد اقتصادی. حالا خواهم گفت. ببینید، خاوری سال 90 میزنه بیرون. قبلش یه خونه توی محله عیونی تورنتوی کانادا خریده بود، محله وسیع و عظیم نورت یورک. اونجا توی اونجا یک محله هست که دارین میبینین، این خونه تو اون محله است که بریدل پات بهش میگن، محله میلیونرا راسه، میلیونرا محله، میلیونرا معروفه. در 13 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات به اصطلاح هولدینگ آریا، غلامعلی ریاحی وکیل مدافع هولدینگ آریا و مهافرید امیرقصایی مدیر عامل این هولدینگ خطاب به رئیس دادگاه گفت: شما میدانید که کانادا خاوری را پس نمیدهد. قاضی سراج پاسخ داد: اکنون این فرد در کانادا نیست. کانادا آماده تحویل این فرد بود
که او متوجه شد و جایش را تغییر داد. ریاحی گفت خلاف به عرضتان رساندند. با توجه به عنوان اتهامی این فرد، کانادا یک مورچه هم به شما پس نمی‌دهد، زیرا آنها می‌گویند که شما می‌خواهید وی را اعدام کنید. اگر همه کشورهایی که با جمهوری اسلامی، حتی با جمهوری آل کانادا که هیچ، با جمهوری اسلامی قرارداد به اصطلاح امنیتی دارن و استرداد مجرمین دارن به قول خودشون، همین یه قلم جنس رو رعایت بکنن، یعنی مسئله احتمال اعدام فردی رو که تحویل میدن، دنیا قشنگتر میشه. حکم اعدام محو میشه آرام آرام وقتی تو مناسبات بگن ما فقط به دلیل اعدام تحویل نمیدیم، احتمال اعدام، یعنی آن چیزی که به دلیل اول پناهنده شدن یک آدمی که از کشوری فرار میکنه و جانشو برمیداره میره کشور دیگه. محمود رضا خاوری حالا در ادامه در پیوند با صحبتهای آقای وکیل یعنی غلامعلی ریاحی در دادگاه آریا، محمود رضا خاوری اتفاقا جالبه بدانید که هی فریاد میزدن که اینترپول تحویل نمیده، نمیدونم کانادا همکاری نمیکنه، اسمش یه مدت تو فهرست اینترپول بود. برین نگاه کنین، از سال 95 از فهرست اینترپول در اومد، اصلا دیگه نیست اسمش اونجا. یه بار دکتر خزعلی زمانی که لاریجانی فکر میکنم رئیس قوه قضاییه بود، به هر حال قبل از رئیسی، به من گفت، اون موقع قبل از رئیسی گفت قوه قضاییه دست سه نفره، ابراهیم رئیسی، محسنی اژه‌ای و خلفی. خلفی رو گفتن مرد، اژه‌ای الان معاون اول رئیسی است. پیدا کنید پرتغال فروش رو. اینجوریه. بریم پرده آخر. یا رسول الله، علی علیه السلام رو امیرالمومنین خطاب کردی به خاطر محبت زیادی که به او داری، چون دوستش داری گفتی، یا از جانب خداست؟ پیغمبر قسم خورده، ابن عباس به خدا قسم، هیچ چیزی من راجع به علی نمیگم مگر اینکه دیدم. مگر اینکه دید؟ چی دیدی یا رسول الله؟ فرمود در شب معراج منو بردن بالا، تا رسیدم به درهای بهش، هشت در داره بهش، دیدم بر همه درهای بهش کنار اسم من نوشته شده علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قبل خلقت ان یخلق آدم. علی امیر المؤمنین بوده قبل از اینی که آدم ابوالبشر رو خدا خلق کنه. شب و روزگار خوش.